سلام جناب آقای صمدپور، خودروامونو قرار بود تیر ماه امسال دریافت کنیم. توی چند ماه گذشته چند بار خدمت ایشون مراجعه کردیم، منتها هر بار جواب سربالا به ما دادن. من ماشینمو میخوام. بارها و بارها از زبان مردم شنیدیم که متاسفانه خودروسازها به وعده های خودشون در قبال مردم عمل نکردن. ما 14 ماه پیش به شما 31 میلیون پول دادیم، الانم ماشینمونو میخوان. منتها ایشون شروع کردن به تمسخر ما و گفتن ماشین نیست، برین از فرانسه برای خودتون بیاری. شکایتگر ازتون هیچ کاری نداره. وقتی یه خودروسازی به یک شهروند یک ماشین میفروشه و در زمان تحویل اون ماشین گاهن 5 یا 6 ماه تاخیر میکنه، من کاری هستم نشونت میدم، اگه به دادسرا نکشونم و بابت تاخیرش حاضر نیست هیچ ضرر و زیانی به اون مشتری بده، آیا این معنی ضایع کردن حق مردم تو روز روشن نیستش؟ حق این رو خوردن کار درستی نیست که نمیتونی ماشین رو بدی. من فردا نمانگی تهرون میتونم، من فردا نمانگی تهرون میتونم، من ماشینم تو پا این مرسی که توی اینکه صحبت میکنه. جد آباده تو این مرسی چه؟ آشقال 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 شیما شیما رفتیم سمت ماشین که سوار ماشینمون بشیم و بریم سمت کلانتری. ایشون از توی نمایندگیشون دنبال ما اومدن و منو از ماشین کشیدن پایین و با تمام قدرت مشتشو کوبوندن تو چشم من. تو خودت جوکای اجتماعی یا این چیزا هست؟ یه موضوعی رسیده به شرکت، شرکت میا با یه شما تبلیغاتی میبینم، کارت چیه؟ شما من کار نداشته باشیم، بفرمایید. حالا میخوام بگم بهت، با یه شو تبلیغاتی از بغلش به همین راحتی رد میشه. اعلام میکنه نماینده تعلیق کردی، من از اون سمزم با میشه تو مومیش میری، بعدش میمونه ماشین شما هیچ کاری براش انجام نمیشه. ما منتظر میمونیم که اولا ببینیم برای جبران ضررهای مالی و معنوی این خانوم چه اتفاقی صورت میگیره از جانب خودروساز و در وهله بعد چه بستری فراهم میشه که اتفاقات تلخ این شکلی دوباره تکرار نشه. ما چند سال پیش که آمدیم اینجا به اتفاق مامورین آگاهی، این ذریح پایین بود، دنبال یه فردی همونجور که گفتم به نام بوعلی میگشتن که فرد اهوازی بود که اداره آگاهی در اون مقطع مدعی بود که این امامزاده جعل میکنه این فرد. این دفتر فنی مهندسی به اصطلاح همین بنده خدا آقای بوعلی هستش که معاونت حرم و مطهرم زده و معاونت فنی مهندسی حرم مطهر و دفتر حرم مطهر ارتباط که اینجاست. ظاهرا خود اینها یک داستانی درست کردن که یک فردی اومده اینجا شفا پیدا کرده و ظاهرا این قالی هم اون آورده اینجا که به خاطر چی نصب کرده. نصب کردن داستانایی هست که خب معمولا خودشون درست میکنن و بله تجهیزاتشون هم الحمدلله کامل هست و چراغ پیکنیک رو هم آوردن. از کجا تشریف آوردید شما؟ مشهد. از شما از مشهد اومدید آقا، بسیار عالی. از کجا متوجه شدید که اینجا امامزاده مجربیه؟ ایامه اگه یاد تون باشه ما از بچگی که می آمدیم به این سمت نماز میخوانن. بعد از چند مدت دیدم تابلو زدن این سمت، یک 10 سال پیش اندازه ما با موتور می آمدیم اینجا. نه ببینید میامه ای به این سمت نماز میخوندن؟ مثلا ما گفتن این سمت بی بی اور بی بی نور سلام میدادن. بعد نماز سلام میدادن تو میامه ای؟ بله چیگه یادمانه. خب میگفتن تو میامه ای دفنن که نه؟ خب ما موزه ما فکر میکردیم اونجایه، بعدن اینجا پیدا شد. عجب. اولا میگفتن همونجاست، بعد گفتن اونجا زیارتشون نرفتن، قرار کردن آمدن اینجا. ما هم همچین چیزی شنیدیم. خود دیگه همی فکر کنم میشه واقعا قرار کنن بیان یه مسیری یه وقت امامزاده باشه یا همچین چیزی رو شما خودتان اعتقاد ندن؟ من تعجب میکنم اگه بگم، چون میگم مدفن اونجاست. مثلا از ائمه تا حالا شنیدین یک کدومشون جا به جا بشن؟ از کاظمین برن کربلا، کربلا برن نجف؟ بگن دور هم جمع شیم. دنیا ها جواب شما میگی کلن بچه های بومی میامه زمانه که همه نماز رو که میخوانن وقتی که سلام بدن قبلر که سلام بدن امامزاده که سلام بدن امامزاده های دوربر سلام بدن این درست این برای که سلام بدادن میگفتن یه قرکه در رفتن اینجا این حرف رو درست کردن که میگفتن تو میامه بودن اینها. اصلا این همچه اگر نبود آقا تصویرش از همون روز بایستاده بود خادم اینجا در آج آقا دار ما این مگه از زمان قدیم در قدیم همینجا بوده 5 سال پیش مگه این به زیارت میامه بوده امامزاده یا همی بی بی هور بی بی نور به قول ما مگه اونجا که محلی کردن قر کردن فلان گیفته توی کو سالا ما دارن اینجا میان نماز میخوانن میان اینجا نظم و زورات میدن قرکه دن منو دارم اگه بیمیرم قرم کنه میرم عراق جای امام حسین آخ باریکالله من دنبال همون قرم نمکرد. سلام
قابل توجه مداحان گرامی سراسری کشور که با من تماس میگیرن به خاطر اینکه پل ارتباطی بشن واسه شون که جلسه زوار حسین تهران بخونن. من تصمیم یه کار جدید گرفتم، با هر نقشه‌ای که میان جلو بیایم ولی قیمت‌ها رو اعلام میکنم. اگه میخوان اونجا بخونین، شور 10 میلیون، گودال 7 میلیون، واحد تند 5 میلیون، واحد آروم 3 میلیون و 500، روزه 2 میلیون، زیارت عاشورا 500 هزار تومان و چای و عکس، عکسی که تو دوربین رو بخوان نگاه کنن 500 هزار تومان، عکسی که تو دوربین رو نگاه نکنن 200 هزار تومان، عکسی که هم تو دوربین رو نگاه کنن هم دست رو گردنتون بندازن که یعنی خیلی با هم خوبید 1 میلیون تومان. بیاین تو دایره، ان شاءالله شماره کارت میدم خدمتتون.